سلام، خیلی خوش اومدید به چند چند ویژه فوتبال. دوشنبه شب از ساعت 11 شب به وقت تهران ایران و من در دقایق آینده همراه با همکارانم محمد تقی و مزدک میرزایی همراه شما خواهیم بود. اما در هفته‌های گذشته و به رغم تلاش‌های جمهوری اسلامی صدای اعتراض مردم در ورزشگاه فوتبال شنیده شد. ورزشگاهی که پس از کشته شدن و قتل حکومتی مهسا امینی و به دلیل نگرانی حکومت از شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی در اونها برای مدت 4 ماه خالی از تماشاگر بود. بهمن ماه سال گذشته هواداران فوتبال منهای زنان به صورت محدود به ورزشگاه برگشتن و از اون زمان ما شاهد تشویق چهره‌های مردمی مثل علی کریمی و وریا غفوری هستیم. حمایت‌هایی که میشه گفت به سنتی تازه در بازی‌های فوتبال ایران تبدیل شده. تصاویری هم به دست ما رسیده که در این مدت از اعتراض تماشاگران به برگزاری مراسم‌های حکومتی در استادیوم‌ها خبر میده. گزارشی ببینیم. در همین زمینه برمیگردیم با آقای تقوی و مزدک میرزایی همراه خواهیم شد. ورزشگاه‌های فوتبال در ایران و فصلی کم تماشاگر اما متفاوت. هواداران مرد پس از یک وقفه تقریبا 4 ماهه، ششم بهمن، برای تماشای بازی استقلال ملوان به صورت محدود به ورزشگاه آزادی برگشتند. وقفه طولانی حاصل نگرانی حکومت از شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی در ورزشگاه. استقلالی‌ها در این بازی علاوه بر وریا غفوری کاپیتان مردمی سابقشان، علی کریمی را هم تشویق کرد. علی کریمی. تشویق وریا در بازی‌های استقلال و تشویق کریمی در ورزشگاه چند شهر مختلف از جمله عراق، انزلیل، اصفهان و رفسنجان تکرار شد. در یک مورد و به روایت یکی از تماشاگران، مسئولان ورزشگاه آزادی از ورود کسانی که در حمایت از کریمی شعار داده بودند جلوگیری کردند. اینجا ورزشگاه آزادیه، یه ساعت مونده به بازی پرسپولیس و ملوان. تماشاگرها اسم علی کریمی گفتن، معمولا راه نمیدم و بریم تو. الان نشستیم اینجا. فضای متفاوت ورزشگاه ها تنها به این تشویق ها و حمایت ها محدود نمی شود. پس از بازگشت محدود تماشاگران، برخی رفتارهای اعتراضی هم روی سکوها شکل گرفت. مثل این روایت از ورزشگاه مس کرمان در جریان بازی با پرسپولیس. اول بازی اونجا عکس قاسم سلیمانی و خامنه‌ای بود، تماشاگرها پاره کردن ولی هنوز دوزاریشون نرفته جلوشو بگیرن. یا همراهی نکردن برخی تماشاگران با یک مراسم حکومتی مداحی در ورزشگاه وطنی قائم شد. اولین بار نیست که تماشاگران به برگزاری مراسم‌های حکومتی واکنش نشان می‌دهند. سه هفته پیش از کشته شدن مهسا امینی، طرفداران استقلال به پخش سرود سلام فرمانده بین دو نیمه بازی تیمشان به این شکل اعتراض کردند. خلاف آنچه این ماها در خیابان‌های ایران رقم خورد، زنان هوادار فوتبال به دلیل ممنوعیت ورود به ورزشگاه‌ها
نقشی در این رفتارهای اعتراضی ندارد. حالا بچه ها مرتضی پورانی گنجی این در حالی است که تا پیش از آغاز اعتراض‌های سراسری و به دنبال فشارهای فیفا ورود گزینشی و محدود زنان در چند بازی لیگ اتفاق افتاده. در کنار این ممنوعیت‌ها و اعتراض‌ها به حکومت، اعتراض هواداران به وضعیت نابسامان باشگاه‌هایشان را هم اضافه کنید. آن هم در فوتبالی که همچنان وابسته به درآمدهای دولتی است و دست‌های پشت پرده سیاست و قدرت نقش اصلی را در آن بازی می‌کند. سلام و خوش آمد میگم به محمد تقوی که از بیرمنگام به جمع پیوسته و مزدک میرزایی که از لندن در این چند چند ویژه فوتبال حاضر هستند. آقای تقوی، این اتفاق خیلی جدیدی نیست، بوده که تماشاگران برن در استادیوم ها اعتراض نشون بدن، اما اینکه به شکل مداوم بخواد اتفاق بیفته و در شهرهای مختلف استادیوم های شهرهای مختلف گسترش پیدا کنه اتفاق جدیدی است. نظر شما رو بشنویم. کاملا. قبل از این سلام عرض کنم خدمت تو به مرزگ عزیز و همه بینندگان، من فهم میکنم که نکته ای که نباید فراموش کنیم اینه که زمانه عوض شده. ببینید، من نمیدونم واقعا حکومت چرا نمیخواد تشخیص بده که این مردم دو دهه سه دهه پیش نیستن. من قشنگ یادم میاد سال 1999 بود، 2000، دو دهه پیش ما بازی داشتیم با تیم در واقع جوبیلیو، روز عاشورا بود. من همینجا بگم ما واقعا به هر کسی با هر عقیده‌ای باید احترام بذاریم، هر عقیده و هر مرامی، هر مسلکی، هر دینی، اما زمانی که این عقیده و مسلک ابزاری میشه به دست یک سری آدم ها که میخوان به بقیه در واقع سوء استفاده کنن، اینجا اون ارزش خودش از دست میده. من یادم میاد اون سالا وقتی که در واقع اومدن عزاداری کنن توی استادیوم، 120,000 نفر همراه شدن، هیچ کس در واقع عکس العمل منفی نشون نداد، همه اومدن عزاداری کردن، حتی ما داشتیم فوتبال بازی میکردیم جزی از اون جمعیت بودیم. اما الان میبینیم وقتی در بازی با نساجی و آلومینیوم عراق میان این کار انجام بدن، ببینیم مردم به یک شرایطی رسیدن، هر چیزی که وصل میشه به حکومت ازش متنفرن. دیگه بالاتر از تیم ملی فوتبال ایران که نبود که، به محض اینکه مردم حس کردن که تیم ملی فوتبال ایران بخشی از حکومت شده، ما دیدیم به این راحتی اومدن گذاشتنش کنار. وقتی تیم میبازه میان خوشحالی میکنن. این نشون میده راه رو واقعا این حکومت داره اشتباه میره. این مردم دو دهه پیش نیستن، اینا دیگه قشنگ ذهنشون بازتر از ماست. اون زمان که بودیم راحتتر مسائل رو تجزیه تحلیل میکنن و با واقعا با آدمای مثل علی کریمی، وریا غفوری که بالاخره تاریخ ساز بودن در فوتبال ایران و در این خیزش کنار مردم وایسادن، ما میبینیم اینا رو فراموش نمیکنن. این یک سوال بزرگه برای خیلی از فوتبالیستایی که تو این مدت واقعا، من بازم میگم من اصلا قصد ندارم کسی رو تحت فشار قرار بدم میگم آقا شما مثل من فکر کن، مثل علی کریمی فکر کن، مثل وریا غفوری فکر کن. من میگم باید یه جوری فکر کنی که از شما سوء استفاده نشه. و ما دیدیم مردم قدردان این آدم ها هستن و هر موقع شرایطی به دستشون میاد این قدردانی خودشون رو نشون میدن. آقای تقوی ممنون از شما. من اشاره کنم که خانم پروانه حسینی جامعه شناس قرار بود به جمع بپیوندن، مشکل فنی داشتیم نبود، الان ایشون هم حاضر هستن از طریق اسکایپ. اگر تو هم خیلی کوتاه به این موضوع بپرزی، خانم حسینی هم در خدمت شما باشیم، ممنون میشم که بعد کار داریم با شما و آقای تقوی. بفهم. من هم سلام عرض میکنم حضور بینندگان عزیز و مهمانان گرامی محمد تقوی و آرمین عزیز. خب من فکر میکنم که کاملا مشخصه که مردم و این قشر نوجوان و جوانی که الان به ورزشگاه میرن با اون دوران چندین سال پیش کاملا متفاوت هستن. خب ما هم زمانی ورزشگاه میرفتیم و سالها، حالا چه به عنوان یک تماشاگر، چه به عنوان گزارشگر یا هر چیز دیگه، من توی اون ورزشگاه آزادی دیدم که چگونه حکومت همه چیز رو از دید خودش نگاه میکنه، چگونه سعی میکنه اون چیزی که در اندیشه ها و ایدئولوژی خودش هست در مغز مردم فرو بکنه. بین نیمه ها قبل از مسابقه مراسم خاص، آوردن بنرهای مختلف، گذاشتن
عکس‌های مختلف توی ورزشگاه که هنوزم که هنوز شاهدش هستیم و فکر می‌کنم که هنوزم متوجه نشدن که این نسل متفاوته با نسل‌های گذشته و این رو کاملا در رفتار تماشاگرای فوتبال توی هفته‌های اخیر می‌بینیم، بجز نام بردن نام بازیکن‌های محبوبی که در کنار مردم بودن، کاملا معلومه که این تماشاگرا میدونن که چه اتفاقاتی داره در کشور میفته و آگاه هستن. مثل همه ما شاید هیچ کدوم از ما سیاسی نبودیم، ولی توی این مدت با توجه به شرایطی که اتفاق افتاده، با توجه به اون در واقع تلخی و داغی که روی دل همه مامون توی اون چند ماه اول و حالا هنوز هم ادامه داره، دیگه تماشاگرا فهمیدن که وضعیت کشورشون به چه ترتیب هست و اونها هم به همین ترتیب میبینه اعتراض خودشون رو بروز میدن و من مطمئنم که در ادامه اگر به همین ترتیب پیش بره مجبورن مسئولای فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فکر بکنن و شاید حضور تماشاگران رو دوباره محدودتر بکنن. مزدک به درستی اشاره کردی که واقعا خیلی که سیاسی نبوده الان هم میگن سیاسی نیست، این یک اتفاق اجتماعی است. به همین خاطر از خانم پروانه حسینی دعوت کردیم که به جمع بپیوندن در اتاق بعد جامعه شناسانه این داستان صحبت کنیم، که خانم حسینی اگر تصویر خانم حسینی رو ببینیم ما من پرسشم مطرح کنم. من خانم حسینی در اتاق فرما میبینم. خانم حسینی خیلی سریع برم سراغ پرسشم، چه اتفاقی افتاده که شاهد حضور گسترده مردم در استادیوم های ورزشی هستیم در همین حدی که اجازه میدن وارد استادیوم ها بشن و این بار دارن با صدای بلند مخالفتشون با سیاست های حکومت رو نشون میدن؟ سلام میکنم به شما و مهمانانتون و بینندگان برنامه‌تون. از نگاه من اون چیزی که داره الان مشهود میشه چیزی هستش که خب به تدریج به وجود اومده، اون فرهنگ بین ورزشکارا و مثلا طرفداران و هواداران ورزشکارها چیزی بوده که به مرور زمان ساخته شده. در طول سالهای اخیر ورزش بیشتر نشان داده که آینه اجتماعی و سیاسی جامعه هست. همیشه البته از نظر همه جامعه شناسان ورزشی ورزش یکی از شفافترین آینه هایی هستش که وضعیت اجتماعی و فرهنگ و سیاست یک جامعه رو نشون میده، ولی الان تو این چند سال اخیر ما به مرور داریم میبینیم با مسائلی که پیش اومد، از جمله اعدام نوید افکاری، از جمله حضوری که زنان داشتن در عرصه هایی که مطالبه گری می‌کردن، به خصوص خودسوزی سر خدایاری، حمایتی که کسانی مثل مسعود شجاعی، بوریا قفوری می‌کردن و همینطور خب علی کریمی به تدریج اضافه شد به ورزشکارانی که سمت مردم ایستادن در مقاطع مختلف. حالا دیگه اوجش در این خیزش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد که خب دیگه محسوس بود برای هر کسی که نگاه بکنه به اینکه چطور ورزشکارها و ورزش دوست‌ها، طرفداران ورزشکارها از دید من حتی در خیزش، در قیامی که اتفاق افتاد، ما میتونستیم اون ویژگی‌هایی که به خصوص اون استادیوم روها و کسایی که دنبال می‌کردن مسابقاتی رو مثل مسابقات فوتبال، حالا من چون اهل کشتی بیشتر بودم، کشتی روسا، اون یک فرهنگی وجود داره بین اونها که ما حتی در خیزش هم می‌دیدیم ویژگی‌هایی مثل اینکه چطوری با هم متحد بشن، چجوری همدیگر رو پیدا بکنن، چجوری اون سازمان و شبکهی که باید ایجاد بشه سری رو با همدیگه داشتن. بعضی وقتا اون کل کل کردن ها توی اون شعارها که حالا بعضی وقتا یه نکات مثبت و منفی مثل مسئله جنسی بودن بعضی از شعارها، ولی اینکه به هر حال بتونن محکم وایسن در روبروی نیروی سرکوب که این که همدیگر رو پیدا بکنن و بدونن مقابل کی وایسادن رو قبلا فرهنگی هستش که از استادیوم وارد خیزش زن زندگی آزادی شد و همینطور برعکسش، و اینا اومدن پیوند خوردن با بدنه بقیه بدنه جامعه که الزاماً خیلی فرهنگ استادیومی و ورزشکاری نبودن، ولی یه چیز مشترکی، یه هدف مشترکی، یه خواسته بالاتر مشترکی، یه اتحاد فراتر از فقط ورزشی پیدا کردن و زبان مشترکی که اونو حالا دوباره با همدیگه دارن میبرن به استادیوم، از خارج از استادیوم هم
دارن میبرن وارد استادیوم. در غیاب زنان البته خانم حسینی اگر خیلی کوتاه اشاره کنه، خیلی کوتاه در رابطه با اینکه زنان همچنان ممنوع هستن در بعضی از بازی‌های ملی، میبینی به صورت گزینشی قشنگ مشخص چهره و نوع پوشش وارد استادیوم میشن، اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. ببین زنان، خب ما میدونیم دیگه سالهای سال هستش که زنان برای ورود به استادیوم مبارزه کردن به شکل‌های مختلف، از جمله اینکه از سازمان‌های خارج از کشور و بین‌المللی به خصوص فیفا خواستن که فشار بیاره به جمهوری اسلامی برای اینکه مسئله رو حل بکنه. جمهوری اسلامی هر وقت تونسته اصلا به روی خودش نیاورده، هر وقتم دیگه فشار زیاد بهش اومده یه کمی فرصت داده که بعضی از زنها به صورت گزینشی برن اونجا. نقطه عطفی که ما الان داریم می‌بینیم این هستش که مردان دیگه فهمیدن، متوجه شدن در جامعه که اگر بخوان فقط فکر بکنن به این که فقط زنان باید برن برای مسئله زنان بجنگن و خودشون نه، برای یعنی اون گروه کردن جامعه، تفرقه ای که جمهوری اسلامی بین افراد مختلف، گروه های مختلف جامعه میندازه و باعث پیروزی جمهوری اسلامی میشه، الان دیگه از می رفته. الان مردان استادیوم هم متوجه شدن که خب اون اتحادی که قرار پیش بیاد اونطوری هستش که امتیازاتی که فقط به مردان داده میشه رو بهش اکتفا نکنن و در کنار زنان و در واقع همه جامعه در کنار هم بایستن در مقابل تفرقه ای که حکومت میخواد بینشون بندازه و حکومت خودشو پایدار کنه. متشکرم خانم حسینی، شاکر به کشتی علاقه دارید، امیدوارم در یک برنامه کشتی در خدمتتون باشیم. در از رسول ممنون خانم حسینی، متاسفانه صداتون قطع شد. در رابطه با هفته 26ام لیگ برتر فوتبال ایران صحبت خواهیم کرد که در شرایطی شروع شد که سه تیم در بالای جدول برای قهرمانی می‌جنگن و سه تیم پایین جدولی هم در تلاش هستن از سقوط به دسته پایین‌تر فرار کنن. پرسپولیس یکی از مدعیان قهرمانی در این هفته در کرمان به مسافه مس که در خطر سقوط رفته، یحیی گل محمدی در این بازی تغییراتی در ترکیبش اعمال کرده بود که نشون می‌داد یک چشمش به دربی حساس هفته آینده برابر استقلال. گزارش از این بازی رو ببینیم و برگردیم. هفته 26ام لیگ برتر، پرسپولیس در کرمان برابر مس پایین جدولی قرار گرفت و از همان دقایق ابتدایی سراپا حمله شد. سعید صادقی دقیقه 22 زننده گل اول سرخ‌ها در این بازی بود. اولین گل رو پرسپولیسی ها می‌زنند. ششمین پاس گل فصل دانیال اسماعیلی فر و چهارمین گل صادقی برای پرسپولیس. بلافاصله بعد از این گل، پاس تماشایی ترابی با فرار مهدی عبدی همراه شد و دروازه‌بان مس خطای پنالتی کرد. پنالتی به سود پرسپولیس تهران. پنالتی را گیورگی گویلسیانی مثل همیشه مطمئن زد و بازی تا قبل از دقیقه 30 2-0 شد. گویلسیانی به سمت توپ برخلاف جهت حرکت آرمان شهداد نژاد دروازه مس کرمان را برای دومین بار باز می‌کنه. گویلسیانی در همین نیمه پرسپولیس حداقل دو موقعیت جدی دیگر هم داشت اما گلی نزد تا نیمه اول همان 2-0 به سود مهمان تمام شود. برخورد میکنه و به بیرون میره. در نیمه دوم فشار پرسپولیس همچنان روی دروازه مس کرمان ادامه داشت. درون دروازه جای میگیره، آفساید. اما تیمی که به گل سوم بازی رسید مس کرمان بود. گویلسیانی توپ رو دور میکنه و در برگشت توپی که وارد دروازه میشه، یکی از گل ها رو حالا بازیکن مس کرمان جبران میکنه. بعد از 2-1 شدن بازی، مس کرمان پرانگیزه سراپا حمله شد و حتی تیر دروازه بیرانوند را هم به لرزه درآورد. گشت تو به تیر دروازه پرسپولیس تهران برخورد کرد. در ادامه اما پرسپولیس با تعویض‌های یحیی گل محمدی دوباره مالک توپ و میدان شد و چند فرصت گلزنی خلق کرد. در برگشت یه بار دیگه فرصت برای پرسپولیس و توپی که خطرناک به بیرون میره. در نهایت سرخ‌ها صاحب یک ضربه پنالتی دیگر شدند. عیسی آل کثیر درون محوطه جریمه و باز هم پنالتی. پنالتی که عیسی آل کثیر گرفته بود را دوباره گویلسیانی گل کرد و به عنوان بهترین گلزن سرخ‌ها در این فصل 6 گله شد. وارد دروازه مس کرمان میشه و گویلسیانی نتیجه رو 3-1 میکنه به سود پرسپولیس تهران. بازی که در آن پرسپولیسی ها با 21 شوت به سمت دروازه حریف رکورد شکنی کردند، در نهایت 3-1 تمام شد تا هم پرسپولیس 54 امتیازی شود و در کورس قهرمانی باقی بماند و هم مس کرمان که برای 13مین بار در این فصل شکست خورد خطر سقوط را بیشتر حس کند. با نتیجه 3-1
اما دیروز مراسم دومین سالگرد درگذشت نادر دستنشان اسطوره باشگاه نساجی در قائمشهر برگزار شد. مرد محبوب ورزش مازندران که متاسفانه بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. بخشی از این مراسم و صحبت‌های مسئولین شهر و استان قائمشهر، شاهی سابق و مجتبی ابراهیم معاون اجرایی باشگاه رو با هم ببینیم و برمیگردیم در این رابطه صحبت خواهیم کرد. مرسی. از اینکه در دومین سالگرد اسطوره فوتبال استان مازندران مرد دوست داشتنی هفت ابدی آقا نادر دست نشان اومدی قدم شما رو یه چشم دو سال طول کشید ولی در کنار نمادی که نادر براش همه کار کرد نماد نساجی چهره زیبای آقا نادر رو در میدان امام قائمشهر خواهیم داشت. نادر همین جایی شهر با ما هست انزلی حتی اول 15-16 سال ما میریم نماد و آرم باشگاه هست شهر ما اینجوری نیست ولی خب در بهترین نقطه شهرمون که همه شاهراه دیگه همه ایران از این مسیر رد میشن نماد و چیزی که تک تک همه ما با این باشگاه و با این تیم زندگی میکنیم و خاطره داریم و برامون مهمه وجود داره ولی میشه باز هم به نادر دستنشان و نادر دستنشان ها بدهکاره حقه در واقع نادر دستنشان هست قدر بزرگی که به گردن فوتبال و استان داشته این کمترین کاریستی میتونیم انجام بدی. آیه واقعا حیرت انگیز و هنوزم نمیتونم باور کنم نادر دستنشان بین ما نیست. کرونا و این اتفاقی افتاد از شما بشنویم در رابطه با نادر دستنشان میدونم که ایشونو خیلی خوب میشناسید. بفهم بله بله من با نادر هم بازی بودم و واقعا خبر ناراحت کننده بود. دو سال گذشته واقعا خیلی سخته یادش گرامی باشه. یه موضوعی که نباید فراموش کنیم نادر از روز اول تا زمانی که فوتبال بازی کرد با لباس تیم نساجی بود، به قول انگلیسی هم با من کلاب بود، یعنی از اول تا آخر. من نمیخوام ارزش هیچ آدمی رو سوال ببرم اما الان استادیوم وطنی که اونم شهید شده خیلی هم قابل احترام برای ما، اما وقتی ما میریم در انزلی استادیوم به نام سیروس زنده یاد سیروس قایقران میکنن، امیدوارم مسئولین ورزش مازندران فوتبال مازندران به نادر دستنشان بدهکارن که این استادیوم به نام نادر دستنشان بشه که این موضوع باعث بشه که خیلی از پیشکسوت‌ها مطمئن بشن که ارزش براشون قائل هستن و یکی از کسایی که بوده نادره که باید، من اعتقاد دارم باید این کار انجام بشه و ورزشگاه وطنی قائمشهر تبدیل به اسم نادر دستنشان بشه چون همه فوتبال مازندران به نادر بدهکارن. امیدوارم توی یه فرصتی بشه واقعا به نادر دستنشان بیشتر پرداخت با حضور شما و مزدک کوتاه اگر از کام بشنیم میدونم بسیار گزارش کردید نادر یکی از مربیان خوب فوتبال ما بود. بله خب هم زمانی که بازی میکرد هم زمانی که مربی بود برخورد بسیار خوبی با در واقع جماعت خبرنگار داشت و من خاطرم از چند بار حالا باش مسابقه کردم کنار زمین بعد از مسابقه و یه اخلاق نیکو و فوق‌العاده‌ای داشت. این هم اشاره بکنم که فروردین ماه تلخیه برای خطه شمال کشورمون، همونطور که محمد اشاره کرد سیروس قایقران سالها پیش توی این ماه رفت و نادر دستنشان هم دو سال پیش متاسفانه و چقدر هم تلخ بود رفتن نادر دستنشان. باورمون نمیشد که این اتفاق بیفته. آدم مرداد میرامند رو از دست دادیم، علی انصاریان رو از دست دادیم متاسفانه با بیماری کرونا و نادر دستنشان هم از جمله مربیای خوب کشورمون بود در خطه شمال کشور که باشگاه نساجی همونطور که محمد اشاره کرد خیلی خیلی بهش مدیونه و امیدواریم اتفاق خاصی بیفته. حالا اون سردیسی که اونجا گذاشتن یا نمادی که گذاشتن توی میدون شاید نتونه کامل بیان بکنه که این باشگاه چقدر مدیون نادر دستنشان است. شاید اسم ورزشگاه بهتون کمک بکنه. من آخرین بازی که در استادیوم آزادی رفتم فینال جام حذفی بود، استقلال و پگاه گیلان اگه اشتباه نکنم، نادر دستنشان سرمربی پگاه بود، یادشون گرامی واقعا نادر دستنشان چهره دوست داشتنی فوتبال ایران. اما آقای تقوی در مورد گزارش احسان اکبری و توضیحات شما بشنویم. ببینیم من واقعا حالا صرف نظر از موضوعات غیر فوتبالی که این روزها خب بیشتر پررنگ‌تر از مسائل فوتبالی، نکته‌ای که به نظر من خیلی منو غافلگیر کرده نوع بازی سه تا تیم اول لیگ برتر ایران هست که به نظر من خیلی با کیفیت دارن فوتبال بازی میکنن، خیلی با کیفیت دارن فوتبال بازی میکنن. من یکی از بازی‌های خیلی خوبه در واقع پرسپولیس دیدم، درسته در یک مقطعی پرسپولیس بعد از 2-1 شد یک دو تا صحنه مشکل براش به وجود اومد، اونم ضربات ایستگاهی بود، اما بعد از اون دیدیم پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد. اگر
بتونیم نشون بدیم که چه اتفاق میفته. وقتی پرسپولیس بازی رو شروع کرد، خب مثل همیشه 4-3-3 بود، اما یه نکته مستقیم همیشه 5 نفر تو حمله بودن. ببین نوع بازی پرسپولیس، همه ما میبینیم که ارسال از کناره است، بله ارسال میشه 5 نفر هستن، اما ببینیم 5 نفر کجا هستن. وقتی دانیال توپ ارسال میکنه، سعید صادقی در منطقه کور صاحب توپ میشه، یه کنترل دیدنی میکنه، اما به جایگیری این 5 نفر دقت کنید، ببینیم پاس گل بازیه، گل اول تیم پرسپولیس، به جایگیری این 5 نفر نگاه کنید، دقیقاً 5 منطقه، اگه زمین رو به لحاظ طولی 5 قسمت تقسیم 1 2 3 4 5، تو هر 5 منطقه بازیکن وجود داره. این نظم خوب تیم پرسپولیس در زمان حمله بود. واقعا من تبریک میگم به یحیی که اینجوری تیمش تو حمله انقدر منظم شکل داد. ببینید عالی بود این حرکت پرسپولیس و نوع بازیکن، یا نوع دیگه حرکت پرسپولیس که از تو عمق میره. ببینید به نوع حرکت مهدی عبدی نگاه کنید، پاس ترابی که بی‌نظیر بود و نوع حرکت عبدی، این چیزی که پرسپولیس خیلی خوب انجام میده، یعنی تو عمق خیلی خوب میرن، هر کاری هم که میکنن میرن تو کنارا، در نهایت میان تو عمق. ببین این پاس ترابی و حرکت در واقع مهدی عبدی دیدنی بود. اون فضایی که تیم مثل کرمان در اختیار تیم پرسپولیس گذاشت، مثل کرمان سعی میکرد پرسپولیس تحت فشار بذاره، اما وقتی شما اینجوری تحت فشار میذارید فضای پشت خط دفاعی، مطمئنا پرسپولیس میتونه به راحتی از این فضا استفاده کنه. ما میبینیم در گل سوم دقیقاً همین اتفاق میفته، تعویضایی که به نظر من بی‌نظیر بود، کاری که علی گل محمدی که وقتی عیسی کسی میاد، بازم ببینید در عمق، ببینید نوع اصلی یا پترن بازی پرسپولیس اینه که در عمق بره، اما همیشه این کار انجام نمیده. یه تغییر تاکتیکای خاصی برای خودش داره که من گفتم در گل اول قشنگ دیدیم تو فقط یه دقیقه بگم بعد الانم اینو چقدر قشنگ حرکت کرد توی اون فضا عیسی آلکسی که پنالتی سوم بود. اما اگه به دو سه تا صحنه دیگه خوب دقت کنیم، ما می‌بینیم این در واقع اون پترنی که من اعتقاد دارم بازیکنایی که در زمین‌های در قسمت‌های مختلف زمین تقسیم میشن، واقعا تیم برای تیم مقابل سخت می‌کنه. شما نگاه کنید این 5 قسمت زمین، نگاه کنید هر تو 5 قسمت زمین یه بازیکن پرسپولیس هست، این باز می تیم مقابل رو باز کنه. وقتی تیم مقابل رو باز می‌کنید فضا به وجود میاد. شما تو این صحنه نگاه کنید به نوع حرکت مهدی عبدی با میسه تو بازیکن میرن، فضا برای خودش ایجاد می‌کنه. ببین شما یه زمانی برای اینکه برای خود فضا درست کنید لازم نیست حرکت کنید، باید وایسی. این کار برای بار دوم انجام میشه. یک بار دیگه نگاه کنید تو همون سر تو میره کنار، ببینید بازم 5 نفر تو حمله هستن. ببینید این میگم پترن، 5 نفر حداقل تو حمله هستن. توپ که میره کنار به نوع حرکت مهدی عبدی خوب دقت کنید، وامیسه یه فضای عالی گیرش میاد، بوم اینجا توپ باید میرفت تو گل، اینجا توپ باید میرفت تو گل. ببین این تغییر تاکتیکی و اون انعطاف تاکتیکی که پرسپولیس داشت واقعا اذیت کرد تیم مثل. ببینید چقدر قشنگ اون دو تا بازیکن رفتم، مهدی عبدی وایساد و توپ بهش پاس به عقب داد تو منطقه‌ای که خیلی مهم بتونه گلزنی کنه. اما صرف نظر این دو تا حرکت، یه حرکت خیلی خوب پرسپولیس انجام داد اینجاست. ببینید وقتی تیم مقابل میاد بازی مستقیم این میکنه، اما لازم نیست که همیشه توی یه فضا بازی کنی، توی یک شرایط بازی کنی. وقتی تیم مقابل این شرایط برای شما فراهم میکنه که از بازی مستقیم هم استفاده کنی، پرسپولیس استفاده کرد و در نهایت میتونم بگم یکی از بازی خوب پرسپولیس به غیر یه 10-15 دقیقه که در واقع تحت فشار گیره با تعویضای یحیی خیلی بهتر شد. ممنون تقوی. اما سپاهان یکی دیگه از مدعیان قهرمانی هم در سخت ترین بازی باقی مونده این فصل در نقش جهان برابر مثل رفسنجان به میدان رفت. طلایی پوشان در این بازی از حمایت پرشور هوادارانشون بهره میبردن که با بلیط‌های مجانی سکو رو پر کرده بودن. گزارش کوتاهی از پر تماشاگر بازی هفته 26 با هم تماشا کنیم. جاتون حسابی خالیه. در سپاهان در میان حمایت پرشور هوادارانش در نقش جهان خیلی زود دروازه مس رفسنجان را باز کرد. فرار و پاس دیدنی رامین رضاییان و ضربه شهریار مغانلو، طلایی پوشان را در 4مین دقیقه بازی هفته 26 پیش انداخت. همین گل زود هنگام نشان از یک بازی تماشایی داشت. تقابل دو تیم از بهترین های این فصل لیگ برتر پر از موقعیت گل بود. از جمله 30 شوت که دو تیم در 90 دقیقه به سمت دروازه یکدیگر زدند. میان برای زدنش یه ضربه. زکی پور بود که موقعیت را از دست داد. البته این شوت ها برای مثل رفسنجان گلی در بر نداشت. فقط سپاهان یک گل دیگر زد. سوپر گل با شوت سرکش امید نورافکن. چه شلیکی کردی روبرتو کارلوس سپاهان. پیروزی 2-0 سپاهان در خانه
برابر مثل رفسنجان و نزدیکتر شدن طلایی پوشان نقش جهان به ششمین قهرمانی لیگ برتر. اما استقلال، آقای تقوی، در رابطه استقلال تو آن اول سپاهان رو بشنویم، صحبت شما رو بشنویم، در رابطه گزارشی دیدیم، بفرمایید. ببینید، در مورد سپاهان من فکر می‌کنم که نکته‌ای که نباید فراموش کنیم، تماشاگران پرتعداد این تیم در استادیوم نقش جهان بود. واقعا تحت فشار گذاشت تیم مقابل ما، دیدیم تیم مقابل واقعا نمی‌دونست چیکار باید بکنه. اما تو این شرایط یه نکته‌ای که خیلی برای من جالبه، نوع بازی رامین رضاییان. به نظر من یکی از بهترین بازیکن‌های این فصل فوتبال ایرانه. بی‌نظیر داره فوتبال بازی می‌کنه. شما به نوع حرکتش نگاه کنید. نوع بازی سپاهان 4-2-3 بود. و مشخصا ما می‌بینیم که مرایز این سیستم خیلی خوب جا انداخته. خیلی خوب جا انداخته. با دو تا آفک دفاعی محمد کریمی جلالان محمدی خیلی خوب مرکز زمین میگه. اما نکته مهم نوع بازی رامین رضاییان. شما نگاه کنید، واقعا به نوع حرکت چکرانش نگاه کنید، میره به یه سمت سریع، میره پشت تیم مقابل ثابت توپ میشه و ارسالش که دیدنی بود، بی‌نظیر ارسال میکنه. یعنی واقعا میتونه میگه اون چیزی که تو فوتبال میگن مثل هلو میپسه تو دروازه، که ما میبینیم که شهریار مقابل توپ میکنه تو گل. اما آیا تیم مقابل مثل رفسنجان میتونه مانع بشه؟ من اعتقاد دارم میتونه. ببینیم وقتی رامین رضایی اونجا صاحب توپ میشه، شما به مدافع چپ تیم، اگه دقت کنیم به مدافع چپ تیم مثل رفسنجان که میره روی رامین رضاییان، یک فضای به وجود میاد. اونجا یا باید افق دفاعی این فضا رو پر کنه، یا مدافع کنار، مدافعین مرکزی شیفت بشن. هیچ کدوم از این کارا انجام نمیدن. دو تا بازیکن میرن مدافع کناری، میره جا میمونه. ببینید، هیچ یا باید مدافع مرکزی میرفت که افق دفاعی میومد اونجا رو پر میکرد، یا باید مدافع مرکزی جای خودش میومد، افق دفاعی میرفت اون فضا رو پوشش میداد، که هیچ وقت این دو تا کار انجام نمیشه و راحت گل میخورن. اینجاست که اون اصول ابتدایی فوتبال، اصول ابتدایی فوتبال رو باید رعایت میکرد. که مثلا رفت انجام که رعایت نکرد و به این راحتی دروازهش باز شد. یا گل دوم، ببین ما همه ما میدونیم امید رفکن از 45 متری میزنه، از هر جایی گیرش میاد میزنه. ببینید، بی‌نظیر زد، ضربش بی‌نظیر بود. اما آیا مدافع مستقیم این تیم مثل رفسنجان میتونست مانع بشه؟ میتونست در حدی خودشو بندازه جلوی توپ، بره تو مسیر توپ. اصول ابتدایی فوتبال، بدنتو بذار بین توپ و دروازه، این خیلی ساده. ما میبینیم هیچ کاری نمیکنه، وامیسه. البته اگرم میرفت ممکن بود گل بشه. مهم اینه که شما کار درست انجام بدید، که این کار درست مدافعین انجام ندن و سپاهان به راحتی بازی رو برد. ممنون. مزه هم در مورد بازی پرسپولیس، هم این بازی نظرت رو بشنو اگر نکته در مورد من تو فقط بگم که آره، چون در مورد پرسپولیس من احساس میکنم که اصلا نیازی نبود که پرسپولیسیا وقت خودشون تلف بکنن برن دنبال مهاجم خارجی بگردن. دیان رو توی ایران رو دیدیم توی مسابقه دقایق پایانی اومد و دو تا فرصت 100% رو از دست داد. یعنی مهاجم معمولی، حتی مهدی عبدی اگر تو زمین باشه 90 دقیقه، یا عیسی آلکثیر، همه اینا مهاجمایی هستن که واقعا کیفیت خیلی خوبی دارن و من فکر می‌کنم که هر دو اینها از دیاباته هم حتی بهترن. و من دلیل این رو نمی‌دونم که پرسپولیس چرا وقت خودش رو تلف کرده، این همه هزینه کردن برن دنبال مهاجم خارجی. لوکادیا درست لوکادیا بود، یه مهاجم عالی بود، الان در کانگرو داره گل میزنه، در اولین بازی هم گل زده، ولی دلیل نمیشه که هر مهاجم خارجی شما بردید و انتظار داشته باشید که توی هر مسابقه بهتون کمک بکنه. در مورد مس هم ما دیدیم اون گوک مدافع استرالیایی اونها واقعا ضعیف بود. من واقعا تعجب میکنم چرا تیم‌های ما میرن به دنبال بازیکن‌های خارجی فاقد کیفیت. و خب نتیجه‌اش هم این میشه که توی بازی مس و پرسپولیس دیدیم چقدر راحت خط دفاع تیم مس با حضور این مدافعی که الان اونجا دیدیم جلوی دروازه واقعا خیلی بد بازی کرد و از عوامل پذیرش گل‌های تیم مس بود. البته خب مس هم نشون داد که یکی از تیمایی که شانس آوردی که تیمایی مثل صنعت نفت و در واقع نفت مسجد سلیمان هستن که پایین‌تر از این تیم هستن. واقعا کیفیت تیم مس کرمان هم کیفیت جالبی نیست. در مورد سپاهان هم اشاره بکنم که واقعا سپاهانی‌ها تو این فاز دارن فوق‌العاده بازی می‌کنن. اما اشاره کنیم به تیم بیرون زمینشون. تیم بیرون زمینشون عالی داره کار می‌کنه، چون هم از نظر مالی خیلی خوب دارن تیمو کمک میکنن، هزینه های فراوان، قراردادهای آنچنانی، حتی از کادر فنی و اونایی که کنار تیم هستن، دادن افطاری به تماشاگرا، بلیط های رایگان، همه اینا. خب این یه پکیج کامل استفان اومده اصلا قهرمان بشه و اگر چهار تا بازیش رو ببره خب قهرمان میشه. و تو این مسابقه هم اونا کاملا هجومی بازی کردن و مزد تلاش خودشون رو گرفتن. باید ببینیم که تو 4 هفته باقی مونده چی میشه. یه نکته خوبی که اشاره کردی در مورد اگر سپاهان همه بازی‌ها رو برد قهرمان میشه، چون بازی رو در رو با استقلال رو برده، تفاضل گل هیچ تأثیری نداره. اون شایبه هم وجود داره در مورد 6-1 که
استقلال هر وقت ثابت بشون شایبه درسته در مورد شرطبندی اینا حتما در مورد صحبت کنیم که فعلا هیچی به ما ثابت نشد، اما استقلال دیگر مدعی قهرمانی هم هفته 26 در ورزشگاه آزادی برابر تیم هوادار با سرمربیگری ساکت الهامی قرار گرفته. استقلال که با پیروزی‌های پی در پی اخیرش این روزها آماده ترین تیم لیگ برتر، در این بازی هم در غیاب دو بازیکن خارجی خودش تهاجمی به میدون رفته. در طرف دیگه ساکت الهامی در این بازی چند تغییر در ترکیب خودش داده بود و چند مدافع ثابت و البته دروازه‌بان اصلیش هم در این مسابقه میدون نفرستاد. خلاصه از این بازی رو با گزارش مزدک ببینیم. مزدک میرزایی برمی‌گرده. چشمی دخالت میکنه، چهار محالی با او درگیره، مهری کمک میکنه، پاس عالی مهری، فرار قایدی، قایدی تک به تک با طهماسبی، فوق‌العاده میگیره توپ رو طهماسبی، توپ دست مدافع تیم هوادار نیما انتظاری ظاهرا برخورد کرده، در برگشت یه ضربه سر، فرصت برای تیم استقلال و توی دروازه، گل برای استقلال. رضاوند دروازه تیم هوادار رو بالاخره باز میکنه. آشفته یه خط دفاعی تیم هوادار، قبلش هم بازیکن استقلال اعتقاد به خطای هند پنالتی نیما انتظاری داشتن، اما توپ رو رضاوند وارد دروازه کرد و اینجوری ورزشگاه رو به وجد میاره. رضاوند ضربه سر خوبی رو مرادمند زد پشت محوطه جریمه و اشتباه مسلم طهماسبی دروازه‌بان تیم هوادار، رضاوند با خونسردی با پای چپ توپ رو به قعر دروازه فرستاد. استقلال 1 هوادار 0. از خط دفاعی بازی رو یاران تیم هوادار شروع می کنند. مهدی عبدی پاس اشتباه میده، فرصت برای رضاوند، چه پاسی داد رضاوند، قایدی در دهانه دروازه، فرصت و توی دروازه، گل دوم برای استقلال. پاس طلایی قایدی رو محبی تبدیل به گل دوم استقلال می کنه. دو وینگر بوشهری استقلالی ها تو این هفته ها فوق‌العاده عمل کردن و اینجا هم همکاری این دوتا بازیکنه که نتیجه میده. یه گل با طعم جنوبی در فوتبال ایران، پاس قایدی و ضربه تمام کننده محبی. مرادی توپ لو میده، مهری عالی کار میکنه، یه فرصت برای بابایی، بابایی سرشو بالا گرفته، حالا پاس موقع برای قایدی در منطقه جریمه و پنالتی. موعود بنیادی فر بدون اینکه منتظر بشه ثانیه های بعد نقطه پنالتی رو نشون میده. با هم ببینیم پاس بابایی، حرکت قایدی، حرکت تکنیکی قایدی و پنالتی کاملا مشخص و محرز بود. محبی پشت تو قرار گرفته، حرکت محبی و تو برو به تای دور دروازه میفرسته. 3-0 برای استقلال. طهماسبی رو به سمت چپ فرستاد، توپش رو به سمت راست و بازی 3-0 میشه. خیلی با تسلط توپ رو به سمت راست خودش فرستاد و بازی رو 3-0 میکنه برای استقلال. حامدی فر یکی از بازیکنان تازه وارد استقلال، پاس عالی محبی، تک به تک محبی و ضربه‌ای که زیاد بهش زاویه داد، بهش از کنار دروازه بیرون رفت. میانه زمین یه حرکت خوب از بازیکنان هوادار، مسعود شجاعی یه پاس قشنگ، فرصت برای هوادار و توی دروازه. سفید چقایی بازی رو 3-1 میکنه. پاس استثنایی مسعود شجاعی رو تبدیل به تک گل هوادار تا به اینجای کار میکنه، اما فرصت خیلی کمه، فقط 7 دقیقه باقی مونده. ظریف ضربش رو زد سفید چاهایی روی پاس طلایی مسعود شجاعی، کهنه‌کار و با تجربه، یه پاس در کلاس اروپایی داد. روز به چشمی عالی ارتباط رو قطع میکنه، بازم موقع برای پیمان بابایی، مهری و توی دروازه، گل برای استقلال. استقلال داره بهترین فوتبال یک دهه اخیرش رو ارائه میکنه. پیمان بابایی با اومدنش در نیمه دوم کاملا شرایط استقلال رو متحول کرد. این پاسش هم طلایی و دیدنیه و مهری هم که قدر این توپ رو میدونه و بغل پا توپ رو وارد چارچوب میکنه. توپ رو با یه قایدی، فرار قایدی توی منطقه جریمه از قایدی، از همه عبور کرده قایدی و گل برای استقلال. این از اون گلایی که میتونید بارها و بارها رو تماشا بکنید. استقلال 5 هوادار 1. تماشا کنیم اینجا
شیرازه تیم هوادار اصلا پاشیده، مهدی عبدی هم خیلی مبتدیانه دچار اشتباه میشه، قایدی از همه رد میشه، یه گل سولو و انفرادی فوق‌العاده میزنه. پشت منطقه شریم قایدی یه پاس قشنگ میده، میرزایی پشت به دروازه داره، حالا موقعیت و بازم پنالتی، بازم پنالتی و قایدیه که اونجا متوقف میشه. تو این صحنه کاملا پنالتی محرز و مشخص بود. حالا حسینی، گل، گل برای استقلال. جورجینیوی توپ رو برای دروازه میکنه، دروازه‌بان تیم استقلال که به طرزی عجیب استقلالیا اجازه دادن که دروازه‌بانشون و کاپیتانشون توپ رو بزنه و او هم قدر این موقعیت رو میدونه. 6-1 برای استقلال. با پس این ثانیه‌های مسابقه است، آیا هوادار میتونه یه گل دیگه بزنه؟ بابک مرادی صاحب توپ و پایان این مسابقه. پیروزی 6-1 استقلال در مقابل هوادار در ورزشگاه آزادی. آقای تقوی، تحلیل فنی شما رو بشنویم. ببینید، مزدک خیلی جالب گفت، یکی از بهترین بازی‌های یک دهه اخیر استقلال، بی‌نظیر بازی کرد. حالا چرا من میگم بی‌نظیر؟ دیگه در فوتبال روز دنیا شما بازیکن شماره 10 یا کسی که بتونه کیلر پاس بده، بتونه بازی رو مثلا در واقع پاس بده، بازی ساز نداریم، که استقلال این کار خیلی خوب داره انجام میده. شما در سیستم 4-3-3 استقلال شما سه تا افک دفاعی داره. من قبلا میگفتم چرا سه تا افک دفاعی میذاره، چرا؟ الان میگم چرا. بدنی که اون بازی ساز نداره. ببین اینجا اون گلیه که گل اولی که زده میشه. نکته مهم تو این گل ببینید به نوع حرکت در واقع رضاوند. حالا رضاوند رو که بذاریم کنار، برمیگردیم چرا این توپ برمیگره. ببینید به نوع حرکت مدافع وسط تیم استقلال نگاه کنید، چطور میاد اینترسپت میکنه، قطع میکنه. چند تا بازیکن تو یک سوم دفاعی حریف هستن، چند تا بازیکن تو باکس هستن، 5 تا. به مزگ ببینید چطور مرادمند میاد. مزگ اگه من شما مرادمنده که مزگ به مرادمنده، چطور میاد موج دوم حمله اون مسئله حمایت رو انجام میده، میاد توپ قطع میکنه، گل اول دقیقه 40 استقلال به گل میرسه. با این گل همه چیز به هم میرسه. ببینید یه گل دومه، چند تا بازیکن استقلال تو یک سوم دفاعی هستن؟ 5 تا. ببینید در مقابل 4 مدافع دروازه‌بان، این پرس سنگین، بازی تحت فشار استقلال، واقعا کمر تیم هوادار شکست. ببین تو اینجا وقتی پاس، ببین چطور اضافه میشه جعفر سلمانی تو یک. شما به نوع بازی آرش رضاوند نگاه کنید، آیستاده تو اون فضا، در عرض چند ثانیه تو میکنن تو گل، 6 ثانیه تو این سرعت هیچ تیمی هیچ دفاعی نمیتونه خودش جمع کنه. اینجوری میاد و این صحنه نگاه کنید، تو نقطه کور کی هست؟ محمد محبی. ببینید واقعا استقلال وقتی توپو میگیره میره تو حمله، انقدر سرعتش زیاده هیچ تیمی نمیتونه شکل دفاعی خودش حفظ کنه و این کار عالی انجام میده و به همین دلیل نیاز به بازی ساز نداره، چون تیم مقابل خودش فضا رو به شما میده. یک بار دیگه مرادی بین 4 تا بازیکن استقلال چطور به قول ما میگیم خفه میکنن، توپو از مرادی میگیرن و چطور میدن تو حمله به مهدی قائدی. شما نگاه کن چطور اضافه میشه. ببین واقعا تو این صحنه ببینید، میتونم بگم بی‌نظیر بود نوع بازی استقلال. و حالا وقت باشه بیشتر توضیح میدم در بازی دیگه، که به نظر من همونجوری که مزدک گفت بهترین تیم استقلال تو این یک دهه اخیر. ممنون محمد تقوی از بیرمنگام، از زهی میرزایی از ایران اینترنشنال و من از شما خداحافظی میکنم از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. تا دیدار دیگر، چند دیگر، خدا نگهدار.